درودی داریم خدمت همه شما دوستان و یاران و عزیزان. امیدوارم هر جا که هستید خوب و خوش باشید. تا 3 دقیقه دیگه روی ماهواره میریم. اجازه بدید من لینک ماهواره رو به شبکه یور تایم بفرستم. بله، خب امشب با جناب شاهین نژاد خواهیم بود در رابطه با اخراج اساتید، وضعیت پرزنتران، وضعیت جهانی و با ایشون گفتگو خواهیم کرد از طریق برنامه زنده و مستقیم. امیدواریم که همین اول کار برنامه رو لایک بزنید و اشتراک بگذارید. برنامه بسیار خوبی خواهد بود مثل همیشه و استفاده خواهیم کرد از صحبت‌های جناب شاهین نژاد. درود داریم خدمت همه حاضرین در اتاق. امیدواریم که امشب میزان ویدیومون بهتر شده باشه. دیشب یه خورده پرش داشت و رنگ تغییر میکرد، امشب زاویه ها رو هم تغییر دادیم. به هر حال هر جایی که آدم جا به جا میشه یکم این داستان های فنی و این چیزا رو داره تا راه بیفته این مسئله. خب درود به شما عزیزان و دوستان و یاران. درود، درود بر شما. آنوناکی که میگوید مورد تایید هست، پس دیگه تایید شده هست. بله، درود بر همه عزیزان، یاران و حاضرین. خب اینجا منتظر تایید یور تایم هستیم. دکور استودیو تغییر کرده؟ نه، این بک‌گراند پرچم رو هم میتونیم بندازیم. علم به قولی کامپیوتر دیگه زیاد پیشرفت کرده و با یک کلیک میشود تغییرات عمده انجام داد. بذارید من با جناب نژاد یه تماس بگیرم ببینم که اگه اوکی هستند روی خط بیاریم یا اول بریم روی یور تایم. بذارید ببینم زمان چقدر داریم. منتظر علامت یور تایم هم هستیم. بله، سپاس همه دوستان عزیز و ارجمند. درود داریم خدمت همه شما. دوستان فراموش نکنید ویدیوهایی که کوچیک میشه از برنامه حتما پخش کنید. تو یوتیوب گذاشته میشه، حتما لایک بزنید، دوباره کامنت بذارید. شاید براتون تکراری باشه، ولی لایک و کامنت گذاشتن باعث میشه که بیشتر دیده بشه. خیلی ها حوصله دیدن لایو رو ندارن، ولی با ویدیوی کوچیک که مخصوص همون بحث هست راحت میتونن با برنامه ها و با فعالیت ها و با اون بحثی که باز میکنیم آشنا بشن. بله، منتظریم. یور تایم هنوز علامت نداده. درود داریم خدمت همه عزیزانم که در سراسر ایران و جهان از طریق شبکه جهانی یور تایم در حال تماشای برنامه ما هستن. مهدی میرقادری هستم. یک شنبه 5 شهریور 2582 شاهنشاهی، یک برنامه زنده و مستقیم دیگر از کانال ملی گرایان و مردم گرا، و امشب با دکتر شاهین نژاد خواهیم بود. برنامه که زندهی با ایشون و گفتگوی زندهی با ایشون خواهیم داشت راجع به چند تا موضوع. اولینش اخراج اساتید هست و بازگشت پرزیدنت ترامپ، وضعیت جهانی، وضعیت افریقا و خصوص روسیه. اینا رو با جناب شاهین نژاد بررسی خواهیم کرد.
اجازه بدید من با ایشون یک تماس حاصل کنم در تلگرام و ببینم که اگه آماده هستن ایشون رو روی خط بیاریم. بله یک لحظه دوستان. آیدی جناب شاهین نژاد گم شده و پیدا شد. خب منتظریم که تماس برقرار بشه و با جناب نژاد گفتگو کنیم. درود شاهین جان، صدای منو دارید؟ درود مهدی جان، بله صدای شما خوبه هستش. شما بله. صدا و تصویرمو دارید؟ بله تصویر و صدای شما بسیار عالی. یک لحظه من تصویرتون رو انتقال بدم به استودیوی برنامه و گفتگو رو با شما آغاز کنیم. اینجا یک لحظه. بله. بسیار عالی. خب دوستان عزیز ارجمند، در خدمت دکتر شاهین نژاد هستیم، مهمان امشب برنامه، تا گفتگو کنیم راجع به مسائل مختلفی که براتون عنوان کردم. درود بر شما شاهین جان، خوش اومدید تو برنامه. درود بر شما مهدی جان ارجمند، درود بر همه همیهنان گرامی که بیننده و شنونده هستند. درود بر شما شاهین جان. اول از بحث اخراج اساتید دانشگاه شروع میکنیم. گویا جمهوری اسلامی دست زده به پاکسازی نخبگان دانشگاهی که برای خودش فعالیت میکردن، حالا در ازای اون اندیشهی که داشتند و مزدی که میگرفتند، ولی خب اساتیدی بودن که واقعا با درس خوندن و واقعا با علم و معلومات به اون جایگاه رسیدن. نمونش آقای علی شریفی زارچی که دارای طلای المپیاد کامپیوتر بود و خب استاد برجسته بود. دو تن دیگر از اساتید رو هم با خبر شدم، استادانی که یک کم مخالف بودن، یک کم نه مثلا مخالف سرسخت و شمشیر از رو بسته نه، ولی خب بالاخره تو پست خودشون هم فعالیت میکردن. مثلا میبینیم که یک نامه میزنن 6000 تا هیئت علمی رو میخوان بیارن بذارن جای اساتید برجست. جمهوری اسلامی چه میخواد بکنه؟ هدف چی هست؟ این آیا منجر نمیشه که، یعنی همون مسئله معروف تیشه به ریشه خود زدن و تهی کردن کشور؟ آخه عقل هم خوب چیزی هست شاهین جان، بفرمایید. درسته مهدی جان، ما موقعی که انقلاب فرهنگی رخ داد، برای خیلی از همیهنان یا اصلا زاده نشده بودن یا خیلی کوچیک بودن، شاید دانشگاه کشور رو تعطیل کردن پس از انقلاب، یعنی بود 3 سال دانشگاه رو بستن و دانشگاه ها فکر میکنم اگه اشتباه نکنم بهمن 62 باز شدن، یعنی بیش از 3 سال دانشگاه تعطیل بودن. تو این تعطیلی یه تعدادی از دانشجوها پاکسازی شدن، یه تعدادشون دستگیر و اعدام شدن که فعالیت های سیاسی خیلی آشکاری داشتن و خب فرصت خیلی خوبی بود. استادان دانشگاه رو هم شروع کردن پاکسازی کردن. حالا اونایی که به هر حال کرواتی بودن، نمیدونم اتکلم می‌زدن، خانمایی که به قول اینا طاغوتی بودن، اینا رو که تو موج اول پاکسازی کردن. کسایی که به نوعی از نظر حکومت جمهوری اسلامی یک پیوندی داشتن با رژیم سابق یا سمپاتی داشتن نسبت به رژیم سابق، اونا رو هم درجا پاکسازی کردن. حالا یه سری اخراج کردن، یه سری رو بازنشستگی زودرس دادن یا بازخرید کردن و بعد از اینکه دانشگاه رو باز کردن یه جو خیلی خفه و بسته بر دانشگاه حکم فرما شده بود. بهمن 62 ورودی های 62 رفتن دانشگاه، بعد سال 63 وارد شدن. من ورودی 64 بودم، یعنی ما سری سومی بودیم که پس از انقلاب فرهنگی رفتیم دانشگاه. فضا بسیار بسته بود و اصلا کسی جرئت نمیکرد حرف بزنه. سال بالایی ها چون دوچار این پاک سازی شده بودن بیشتر ترس دادن. کسایی که پیش از انقلاب اومده بودن تو دانشگاه هنوز فارغ التحصیل نشده بودن موقعی که ما وارد دانشگاه شدیم، ما یه مقدار کمتر میترسیدیم چون اون فضا رو ندیده بودیم و دبیرستان رفته بودیم.
ولی متوجه بودیم که اینها به شدت ازشون زرشش گرفته شده و اینایی که باقی موندن دیگه واقعا دارن فقط خدا خدا میکنن، فوق التحصیل بشن برن و تو فضا دانشگاه نباشن. استادا هنوز به ویژه تو رشته های فنی و رشته های پزشکی، این رشته های غیر علوم انسانی، هنوز خیلی هاشون استادایی بودن که اصلا نه با آخوندها نه با جمهوری اسلامی سنمی نداشتن، نه از نظر طرز فکرشون نه از نظر روش زندگیشون. و برای همین شما میدید که مثلا من دانشگاه صنعتی آریامر بودم، همین شریف دانشکده ما، بالای دو سوم استادا اصلا تیپ فکری جمهوری اسلامی نبودن. ولی میگم ما رشته فنی بودیم، تو علوم انسانی خیلی وسواسشون بیشتر بود، ولی خب آدم هم نداشتن. شروع کردن تربیت مدرس رو ایجاد کردن برای اینکه یه سری به اصطلاح استاد درست کنن که این استادای اسلامی بیاین برن جای استادای طاغوتی رو بگیرن و جریان دیگه یه بار برای همیشه حل بشه. خب اوائل مشغول بودن همینجوری این مدارک رو میدادن و میکوشیدن، تربیت مدرس اصلا گزینشش با بقیه فرق میکرد، میکوشیدن واقعا آخوند کت و شلواری تربیت کنن، حالا چه مرد چه زن، زنان میرفتن. و بعد کم کم خود تربیت مدرس هم توش شکافی افتاد و دچار مشکلاتی شدن و یه سریشون شروع کردن انتقاد از حکومت. این جریان افتان و خیزان ادامه پیدا کرد تا حدود 2 سال پیش اگه اشتباه نکنم، خامنه ای چون گزارش امنیتی رو میخونه، بهش از چند نهاد گزارش میدن، توی دو تا از سخنانش دو بار به فاصله نزدیک از هم رفت سراغ رشته های علوم انسانی و گفت که اصلا اسفبار وضعیت علوم انسانی، چرا استادان علاقمند به نظام اونجا نیستن، چرا دروس نیست که در جهت انقلاب باشه، در جهت نظام باشه. علوم انسانی دوستان میشود تاریخ، میشود فلسفه، میشه جامعه شناسی، میشه روانشناسی، میشه علوم سیاسی، میشه حقوق قضایی، شما ادبیات، مجموعه اینا رو که نگاه میکنی اینا خیلی تأثیرش در مردم بالاتره تا مثلا رشته فنی. شما با استاد تو رشته فنی که صحبت بکنی مثلا در مورد موتورهای احتراقی میخواد به شما چیزی بگه، یا در مورد ترمودینامیک یا مکانیک سیالات، حالا اون اگه همفکر شما باشه یا وابسته به رژیم باشه اونقدر توی اون چیزی که بین شما رد و بدل میشه اثری نداره، ولی تو علم انسان خیلی مهمه. چون اگه استاد تاریخه باید قشنگ تاریخ ایرانو به گونه‌ای به شما بگه که شما رو شستشو مغزی بده. اگه علوم سیاسی همینطور، اگه فلسفه است که اصلا باید مزخرف به بافه براتون. در نتیجه علوم انسانی یه بار دیگه خامنه اینو پررنگش کرد و اینا داشتن دست و پا می‌زدن که دوباره برن سراغ یه موج دیگه از پاکسازی استادا در دانشگاه‌ها، استادایی که حالا مثلا 30 سال بود خود اینا گذاشته بودن وارد دانشگاه بشن و اینا رفتن تو دانشگاه و حالا مخالف شدن. و جریان این انقلاب ملی، این قیام زن زندگی آزادی رخ داد و خیلی از استادان دانشگاه ها یا پراکنده یا به صورت جمعی واکنش نشون دادن، نه همه ولی خیلی جاها پشتیبانی کردن از حرکت مردم و اعتراضات گسترده شد به میزان سرکوب، حمله اینا به داخل دانشگاه ها، دستگیری دانشجوها، کشتن دانشجوها، کور کردن دانشجوها. و این در حقیقت شتاب داد به این فرایندی که حالا باید بریم سراغ استادا و با اولویت علم انسانی. یعنی کسی که مثلا فرض کنید تو بیمارستان الان داره گوارش یا نمیدونم قلب درس میده یا کودکان یا زنان و زایمان درس میده، حالا اونو میشه بعدن سراغش رفت، ولی اونی که علوم انسانی باید همین امروز بگیریمش یا بندازیمش زندان یا دست کم بیرونش کنیم از دانشگاه. و خیلی جالبه، شما 44 سال از جمهوری اسلامی گذشته و از انقلاب فرهنگی هم 41 سال از پایان انقلاب فرهنگی، یعنی کسانی که الان دانشجو دارن پاکسازی میشن که هیچ کدومشون نبودن زمان شاه، اینا همه ورودی های پس از انقلابن، یعنی نه که وارد دانشگاه شدن مثل من، وارد هیئت علمی دانشگاه ها شدن، یعنی باید قاعدتا چند تا قربال رد شده باشن. حالا باز رشته های مهندسی و پزشکی اونقدر سفت و سخت نبوده، ولی رشته های علوم انسانی جمهوری اسلامی خیلی سخت گرفته بوده. یعنی اینها آدمای هماندیش من و شما نبودن میدی جان که برن تو دانشگاه الان سر و صدا کنن علیه حکومت و انتقاد کنن و اعتراض کنن. اینها آدمایی بودن که مورد تایید حکومت بودن، احتمالاً حوادار حکومت هم بودن، رفتن تو 20 سال، تو 30 سال، تو 15 سال دیدن وضعیت چیه، صداشون در اومده و اعتراض کردن. و خب اینا میگن
جمهوری اسلامی استدلالش اینه که آقا تصدق سر من تو اومدی عدل میشدی، حالا از خود من داری انتقاد میکنی، من داری حمله میکنی، حالا برانداز شدی، حالا شما رو میذارن بیرون. یه سری دیگه رو میارن که اونا دیگه هیچی بار به اصطلاح فنی و بار دانشی ندارن، یعنی کلا فقط میاد به عنوان نیروی امنیتی. و این آخرین دست و پای جمهوری اسلامی است برای اینکه علوم انسانی رو کامل در ایران فلج کنه. چون هنوز اینجا اونجا میبینیم مثلا فلان استاد ادبیات دانشگاه فردوسی یا فلان استاد تاریخ مثلا دانشگاه علامه میبینید سخنرانی میکنه، حرفای ملی گرایانه میزنه، دلسوز، سواد داره، خب اینا خیلی جای دلگرمیه. میخوان اصلا کلا اینام که از اینجا اونجا سر در برمیارن همه رو یک جا تعطیل کنن و اون برنامه حوزه و دانشگاه رو تبدیلش کنن به دانشگاهی که حوزه شده. حالا نمیدونم اون مسائل انحراف اخلاقی و اون فسادی هم که تو حوزه هست میخوان به دانشگاه تحمیل کنن یا نه اون شامل این نمیشه. بله، بسیار نکته بارزی بود و به نظر من هر چقدر هم این داستان تون روی و تون روها و نمیدونم هر چقدر بر این تبل بکوبند و اینها رو بیشتر بیارند و جامعه رو بسته کنند، این به نفع مبارزات هست. چرا؟ چون الان من دارم میبینم ما دو نوع به قولی طیف داریم دیگه تو ایران. یکی همین طیفی که الان خب دارن اخراجشون میکنن، ولی اینها تو مواقعی سوپاپ میشن، مواقعی خب انتقادم میکنن، یه جوری بالانس میکنن جامعه رو. ولی جامعه که اگه دست این تون روها به اصطلاح خودشون یا کسانی که اصلا نفهم هستن بیفته، خیلی سرنگونیش سریع‌تر و راحت‌تر هست به باور من. الان خیلی از کسانی که میخوان برن دانشگاه، الان شهریور ماییم، چند شاید 20-30 روز دیگه دانشگاه باز شه و بخوان شروع کنن به دانشگاه رفتن، این تغییرات رو میخوان ببینن، بالاخره ملموس هستن، به خصوص اونایی که ترم بالاتر هستن، ترم پیش مثلا یه استادی داشتن بهش علاقمند بودن، میبینن این نیست رفته، همه اینها بنیانگذار یک تغییرات به خصوص تو نسل هست. چون اینا جمهوری اسلامی الان رو با اول انقلاب اشتباه گرفته و فکر میکنه که با همون نسل طرف هست، با همون زمان طرف هست، با همون تفکر طرف هست و این مسئله ای است که به نفع ماست. شاهین جان، مورد دوم، حالا سویچ کنیم چون وقت برنامه‌مون هم محدود هست، بریم سراغ امریکا. پرزیدنت ترامپ خب به توییتر بازگشت پس از 3 سال و خورده‌ای و ایلان ماسک ازش استقبال کرد، بالغ بر 200 و اگه اشتباه نکنم آخرین آمار 50 میلیون بار مصاحبهش با تاکر کارسون دیده شد، رکورد تمام مصاحبه ها و تلویزیون ها و همه چیز رو شکست. عکسی که از خودش انتشار داده بود که توی زندان گرفتن، فکر کنم تا حالا با روی این لیوان ها و تیشرت ها که چاپ میکنن و به فروش میرسن، آخرین آماری که ما داریم، بذارید من دقیق بگم، 7.1 میلیون دلار دونیت جمع کرده این عکس که حالا رو لیوان میزنن یا رو پیراهن میزنن. به چه سمت میره امریکا و این بازگشت رو چگونه میبینید؟ نقش خود ایلان ماسک رو چگونه میبینید؟ چون ایلان ماسک درست خیلی علاقه داره، من یه خورده بهش مشکوکم، میدونم که سمت گلوبالیست ها نیست، ولی اون وسط ممکنه خودش بخواد یه چیز دیگه بیاد بیرون. نقش ایشون رو چگونه میبینی؟ نقش بازگشت پرزیدنت ترامپ رو چگونه؟ آیا میتونن واقعا حرکتی علیه این مرد بزنن، این مرد بزرگ؟ مهدی جان، پرزیدنت ترامپ و کسانی که به کارش باور داشتن و پشتیبانی میکردن که خب جای خود داره، ولی کسایی که باش مخالف بودن، دشمن بودن، شاید اصلا نمیشناختنش ولی خوششون نمیومد، از ریخت ترامپ خوششون نمیومد، یا بالا خوش از توییت هایی که میزد خوششون نمیومد، اگه اندکی انصاف داشته باشن، خیلی این چند ماه، حالا به طور ویژه ولی چند سال گذشته به طور عام، خیلی آشکاره که بازی گلوبالیستا چیست. اینا دارن میکوشن موقعی که رئیس جمهور بود انقدر براش گرفتاری درست بکنن و انقدر پرونده سازی بکنن
و از ابزار سیستم‌های فاسد خودشون مثل FBI و مثل وزارت دادگستری بهره بگیرن برای اینکه یه موقع بگن راشن کلوژن اینا رو هم ریختن با روس‌ها، انتخاباتو بردن و اینا، خانم هیلاری برنده بود. از این صحبت بعد اومدن رفتن سراغ این که آقای ترامپ یک مشاور امنیت ملی داشت که رفتن سراغش، اومدن گفتن با روسا دیدار کرده، بعد دو سه سال کشوندنشون و بعد سراغ مشاور امنیت ملی بعدیش استیو بنن رفتن. یعنی آدم های کارآمدی که کنارش بودن و هر کدوم رو کشوندن توی یک جنگ روانی و فرسایشی به گونه ای که برخی از اینا ناچار شدن خونه شون رو دوباره روش وام بگیرن که بتونن پول وکیلایو بدن که ازشون دفاع کنن و آخرم تبرئه شدن. یعنی همش دروغ بود، همش مطلب بی اساس بود، ولی کاری که شد این بود که شما آدم های کارآمد رو میکشونی توی یک فرایند دو سه ساله دادگاه و دادگاه کشی، طرف مجبور خونه که توش زندگی میکنه یک ارتش بود ارتش امریکا بفروشه برای اینکه بتونه $1,000,000 پول بگیره بده دست وکیلا که بتونن ببرن به جای برسونن تبرئه کنن و بعد بهش بگن ببخشید. خب وقتی شما از آدم های توانمند دوره یکی خالی میکنید، میخوای آسته پذیرش کنی دیگه، بعد یه آدم ببعی مثل مایک پنس اونجا باقی میمونه که روز آخر ضربه رو میزنه. این جریان چه در هنگام ریاست جمهوری پرزیدنت ترامپ چه در هنگامی که دیگه رئیس جمهور نبود ادامه پیدا کرد. وقتی که آمد اعلام کرد که به طور رسمی من برای 2024 خودم رو کاندید میکنم، دیگه اینا شمشیر رو از رو بستن. یعنی تقریبا هفته‌ای نبوده که برایش دردسر درست نکنن و از دادگستری هم استفاده میکنن، چون شمار قاضیایی که در خدمت گلوبالیست ها هستن کم نیست. یه موقعی میگفتن تفکیک قوا بزرگترین نقطه قوت سیاست در غرب، امریکایی‌ها خیلی مفتخر بودن به خودشون، میبالیدن که دادگستری مستقل دارن و امروز میگیم دادگستری کاملا در خدمت دست کم قاضیایی که اینا نیاز دارن در خدمت گلوبالیست هاست برای حذف یک کاندیدی که به 1001 دلیل ازش میترسن. سوپریم کورت یعنی دادگاه عالی امریکا که 9 تا قاضی درش هستن، اون خوشبختانه هنوز اکثریتش آدمایی هستن که یه اصولی دارن و از 9 تا 6 تاشون به طور مشخص تن ندادن به بودن تو این بازی کثیفی که گلوبالیستا یعنی دموکراتا به اضافه بخشی از ریپابلیکنا دارن علیه ترامپ انجام میدن. اینا کاری کردن که توی 5-6 هفته گذشته نرخ محبوبیت ترامپ هی بالا و بالاتر رفت. یعنی یه سری آدمای مستقل که داشتم فکر میکنن شاید اگه دسانتز بیاد بهتره، حالا میگم اونا استدلالشون چی بود که چرا دسانتز شاید بهتر از ترامپه و اگه دسانتز باشه با اینکه ما ریپابلیکن نیستیم ولی به دسانتز رای میدیم، حالا اومدن گفتن نه ما دوست داریم ترامپ بیاد بالا. 51% تو آماری که من دیدم، یه مرکز NPR رادیوی به اصطلاح ملی امریکا، NPR یک رادیوست که کاملا دست لیبرال ها و دست لفت لیبرال هاست، خیلی معروفه در امریکا، NPR National Public Radio، این یه آماری انجام داده بود که از مردم پرسید و خواست شنونده هاشم، من که نیستم، شما که نیستید، شنونده ها اون تیپی هن که معمولا اون برنامه ها رو گوش میکنن، که به نظر شما ترامپ باید محکوم بشه؟ 41% گفتن بله و 51% گفته بودن نه اینا بازیه و این به اصطلاح شاموتی بازی که علیه ترامپ را افتاده کاملا بوی سیاسی داره، هیچ حقیقتی درش نیست و این بساط باید تعطیل بشه. 8% هم بلا تکلیف بودن. وقتی بین اونها نفت تیپ فکری ما تیپ فکری اونها 51% میگن بساط رو جمع کنین مسخره بازی رو، یعنی دارن میبینن این آمار به گونه ایست که مرتب داره ترامپ محبوبتر و محبوبتر میشه. دو سالی که گذشت از ریاست جمهوری بایدن یه دورانی بود که به هر حال شوک پس از شکست بود، شکست واقعی نبود ولی شکستی بود که تحمیل کردن با انواع شامورتی بازیایی که در آوردن، ترفندهایی که زدن و بعد حالا دوباره منحنی رو به بالای ترامپ آغاز شد.
در مورد کاندیداهایی که برای دور اول میان خود جمهوری خواه قرار رقابت بکنن، دو سه تا چهره هستن که در موردشون خب شناخت هست، میشه نظر داد. یکی خانم نیکی هیلیه که یه موقع نماینده امریکا در سازمان ملل بود، هندی تبار اصلا و جمهوری خاص، ولی جمهوری خواه وابسته به استبلیشمنته، یعنی مثل مثلا جورج بوش، مثل دیک چینی، حالا یه کمی ملایمتر ولی کاملا از همون تباره. ایشون توی آمارگیری ها بین 3 تا 4 درصد بین جمهوری خواه میتونه رأی بیاره، 3 تا 4 درصد. آقای دیگری است مایک پنس که میشناسینش، معاون خود ترامپ بود، از تیپ مذهبی بود که ترامپ این آورد به عنوان وایس پرزیدنت با خودش که بتونه رأی مذهبی ها هم داشته باشه. و خیلی جالبه که یکی از کارهایی که بهش سفارش کرده بود در مورد مسئله کووید بود، چون میدونی بعضی خواهر رئیس جمهور میاد تو یک زمینه به معاونش میگه اختیار کامل دست توه، من دخالت نمی کنم، این مطلب تو برو دنبالش رو حل کن. مثلا بایدن اختیار مرزهای جنوبی امریکا رو داد دست کاملا هریس که از خودش بدتر بود، و این افتضایی که امروز در امریکا هست رو داریم میبینیم که حالا تو بخش پرسش‌های بعدی اگه فرصتی شد میدی جان بهش میپردازم که چه خبره. همین گونه ترامپ اومده بود به مایک پنس گفت مسئله کووید، مسئله ویروس، مبارزه با اون از کجا آمده، کی مسببش بوده، همه و همه اینا و درمانش چیه و جلوگیری چیه، شما مسئولی، برو تحتوی قضیه رو در بیار. و مایک پنس تا هنگامی که معاون رئیس جمهور بود نتونست که یک گزارش رسمی تایید شده از سوی نهادهای بزرگ امریکا بده که آقا این جریان کووید چی بود، از کجا آمده، یعنی واکسنش چیه، کیا راش انداختن، هدفشون چی بود، چه تخریبی داره میشه. هیچ وقت من فکر نمی کنم الزامن تو بازی بود، شدم تو بازی نبود، ولی انقدر این آدم بی خاصیتی بود که یک کاری که بهش محول شد و کار بسیار مهمی هم بود انجام نداد. و هنگامی که در اوایل ژانویه میتونست انتخابات رو باطل کنه، قانون اساسی این حق رو بهش داده بود، انتخابات رو باطل نکرد، انتخاباتی که از سر تا تهش مودار بود و هزار یک مشکل توش بود. خب ایشون هم کاندیده، ایشون مورد تنفر عمده مردمی است که معمولا میرن به کاندیدای حزب جمهوری خواه رأی میدن. ایشون هم 2% مثل که هوادار داره. خانم نیکلی هم که 3 تا 4%. بعد ما دو تا چهره داریم، دو تا چهره بسیار قرازه در میان جمهوری خواه که اینا فقط کاندید شدن بیان به ترامپ فوش بدن توی دوره اول تو پرایمری، که بعدن مثلا توی قراردادی، توی مناقصه، توی امکاناتی، توی یک به اصطلاح شیرینی گرفتن، شیرینی دادن، دموکرات‌ها و گلوبالیست‌ها یه چیزی جلو اینا بندازن. یکیشون آقای به نام کریس کریستیه که چند سال پیش هم کاندید بود و فکر کنم 0.5% رأی آورد، ولی میاد تو این دیبیت‌ها، تو این مناظره‌ها شرکت می‌کنه برای اینکه به ترامپ فوش بده. یکی دیگه‌شون یه ابله دیگری است به نام ایسا هاچینسون. او هم اومده، یعنی اینا تعریف کردن خودشون، اینا از خودشون تعریفی ندارن، برنامه‌ای هم ندارن، میان به ترامپ فوش میدن زمانی که باید صحبت بکنن. خب اینا هم آره، دوتاشون با هم در حد 0.1%، نه 1%، احتمالا 0.1%. یه پسر جوونی اومده که اتفاقا هندی تبار هم هست، خودش موفق شده یک شرکت عظیم اقتصادی ایجاد بکنه، آدم بسیار توانمندی است، یک نخبه است. شما میتونید مصاحبهش رو با تاکر کارسون گوش بدید، فامیل هندی هم داره، برای همین من تو درم نمیچرخه فامیلش رو بگم، ولی جوان‌ترین کسی است که الان تو این جمع 38 ساله است. او میگه من اومدم بخاطر اینکه تو دیبیت ها پرزیدنت ترامپ نیست، از ترامپ دفاع کنم. ترامپ کاری که داره میکنه درسته، و من خودم، من شاهین فکر میکنم که اگه ترامپ رئیس جمهور بشه حتما از این چهره به عنوان یکی از اعضای ادمنستریشن شاید یه وزارتخونه و بهش بده ازش استفاده کنه، چون هم نخبه است، هم نترسه، هم سخنور خوبی است و هم جوانه، و هم چون هندی تبار دیگه یه عده‌ای که فقط صبح تا شب منتظرن بگن ترامپ رئیسیسه دیگه نمیتونن به دوروبری های اینم این حمله رو بکنه. مهمترین کاندیدایی که هست اونجا دیسانتزه که فرماندار فلوریداست. دیسانتز در جایگاه فرمانداری فلوریدا خیلی خوب عمل کرده، کارنامه بسیار خوبی داره، کوبایی تباره و
خیلی هم میونش با ترامپ خوب بوده، تا اینگامی که کاندید شدم همیشه کنار هم بودن. ترامپ هم میدونه تو فلوریدا زندگی میکنه، عملا با هم رفت آمدم داشتن. هنگامی که ترامپ آقای ایلان ماسک گفت که من از ترامپ پشتیبانی خواهم کرد و به ترامپ رأی میدم و میخوام امکانات مالی مو در اختیارش قرار بدم برگرده و امیدوارم توی توییترم دوباره آغاز کنه، پیش از اینکه ترامپ آغاز کنه دوباره توییتشو، ترامپ گفت که ایلان ماسک من بهش اطمینان ندارم، الان داره کار خوبی میکنه ولی من اطمینان ندارم و یاد گرفتم تو دوره اول به افراد راحت اطمینان نکنم. و بعد ایلان ماسک اعلام کرد که امکانات مالی شد در جهت پشتیبانی از دیسانتز به کار میگیره، وقتی ترامپ در حقیقت عمل رد سنگ دست رد به سینه ای زد. دو سه تا دوستان من تماس گرفته بودن که خیلی خوب از دیسانتز پشتیبانی بشه و من گفتم که دیسانتز خوبه ولی ترامپ به مراتب بهتره و گفتم دو تا مزیت ترامپ داره، دو تا مزیت دیسانتز داره نسبت به اون یکی دیگری، ولی مزیت های ترامپ خیلی مهمتره. مزیت دیسانتز یکیش این است که میتونه آرای بسیاری از لاتینوها رو به خودش بیاره. لاتینوها دوره پیش 30% به ترامپ رای دادن و برها درصد قابل توجهی از جمعیت امریکا لاتینو تبارن، به ویژه تو ایالت‌های جنوبی که میتونن گارانتی بکنن که برخی از ایالت‌هایی که کم نزدیک به همه رو جمهوری خواب ببرن. برای این یه مزیت دیسانتزه. مزیت دومی که داره این است که جوان‌تره. جوان بودن توی انتخابات معمولا یه امتیازه. حالا از نظر من و شما میگیم چه فرق میکنه، آدم خوب باشه خوب باشه، ولی رای دهنده امریکایی بین دو نفری که نزدیک به هم باشن جوان‌تر به مراتب ترجیح میده. میگم دو مزیت داره، یه مزیتش لاتینو بودنش خب فاکتوره ولی دومی چندان اهمیتی نداره. ترامپ دو تا مزیت بسیار بزرگ داره که نمیشه کنار گذاشت. یک، ترامپ آزمایش پس داده هست، این خیلی مهمه. یعنی تو تمام جاهایی که موازشو گفته و حرفشو زده و رفته که عمل کرده یا کوشیده که اون عملو بکنه، ما میدونیم که جای درست واسطه بوده. این خیلی مهمه تا کسی که مثل دیسانتس در جای فرمانداری فلوریدا عالی عمل کرده، حرفاش هم تا کنون اشکالی نداشته، ولی خب در جای عمل قرار نگرفته که اگه تهدید بشه که زیر فشار بره چگونه واکنش نشون میده. چون ترامپ فشاری که بهش اومد، به یه انسان عادی اگه اومده بود حتما ول می‌کرد این جریان رو. شما تصور کنید میلیاردر باشی، هر آنچه که در زندگی دوست داشته باشی بهش رسیده باشی و بدونی که اگه بخوای در سیاست بمونی پوستتو میکنن، یعنی دشمنات بسیار نیرومندن، زندگی تو تباه میکنن، کاری نبود که علیش و علی خانوادش نکرده باشن، با این وجود مونده. این آدم از این نظر حتی اگه شما دوستش هم نداشته باشی باید بهش احترام بگذاری. برای اینکه مگه آدم دیوونه است وقتی همه چی داره بیاد تو سیاستی که اینگونه داره آسیب بهش میزنه بمونه به خاطر اینکه فکر میکنه درسته؟ اگه پول نداشت بودی دنبال پوله، اگه به مقامات بالا نرسیده بودی جاه طلبه، اگر که خیلی دو دوره ریاست جمهوری بهش خوش گذشته بود میگفت اون دفعه خیلی کیف کرده بهش خوش گذشته، این تمام هر هفته و هر روز و هر ساعت براش بحران درست کردن، گرفتارش کردن و از بیزینس خودش هم عقب موند. ترامپ الان ثروتش نسبت به 6 سال پیش که رئیس جمهور نشده بود یه حدود 30% افت پیدا کرده. خب وقتی شما به کارات نمیرسی میچسبی به سیاست، طبیعیه که از مالت هم از دست میره. ولی این آدم این کاری کرده چون مواضعش رو در همه جا عملا روشن کرده و کارنامه‌شو ما میدونیم، کنسرو باز نشده نیست، قشنگ میشناسیم ترامپو. در حالی که دیسانتس هنوز زیر اون فشار سنگین قرار نگرفته، ببینیم کجا کوتا میاد، کجا به صدا کارش به سازش میرسه. این یه مزیت ترامپه. مزیت دوم ترامپ اینه که ترامپ کاریزماتیکه. ترامپ میلیون ها علاقمند و والو شیدا داره و میلیون ها نفر که ازش متنفر میکنن سر وطنش نباشه. چهره کاریزماتیک میتونه این گونه باشه. شما چهره های دیگر تو عالم سیاست، نه فقط تو امریکا، اصلا برید اروپا، کدوم سیاستمدار اروپایی است که شما بگی که بسیاری ازش دوستش دارن و بسیاری ازش متنفرن؟ هیچ کدوم همچین حالتی ندارن، نخواستن هم داشته باشن، اصلا توانش نداشتن. ترامپ اینجوریه. تو سال 2023 ده ها میلیون نفر بسیار بهش علاقه مندن
و احتمالاً 10 میلیون نفر هم متنفرن ازش. این که شما کاریزما داشته باشی و بتونی جمعیت رو حرکت بدی خیلی مهمه. کجای دنیا یه رئیس جمهور پیشین یه مصاحبه میکنه با تاکر کارسون 280 میلیون بیننده داره؟ و جالب خدمتتون بگم من هم جزو 280 میلیون نیستم، چون من مطلب رو نوشته شده بود خوندم، دیگه نرفتم خودم اون گفتگو رو ببینم، نوشته ها رو خوندم. اینجوری هم شما حساب بکنید بالای 300 میلیونه جمعیت امریکا. 300 میلیونه، 150 میلیون 180 میلیونش که اصلا بچه‌ن، هیچ. از 130 میلیون جمعیت به اصطلاح بالغی که داره، احتمالاً نصفشون که دشمناشن دیگه، بود 60 تا 70 میلیون. 70 میلیون اگه اونوری باشن، شما ایسی دوربر 70 میلیون از امریکا یا حد اکثر بیننده این برنامه بودن، 220 میلیونش از مردم بیرون امریکاست. این چی رو نشون میده؟ ترامپ نه برای امریکا یا فقط برای جهان مهمه، نه به خاطر خودش، به خاطر اون نقش تاریخی که میخواسته بازی کنه و هنوزم میکوشه که بازی کنه. شما اگه نگاه کنی تو اون نزدیک 300 میلیون بیننده، فقط همون یه دونه آپلود گفتگوی ترامپ با تاکر کارسون، چون آپلودها مختلف هست، 300 هزار تا از 700 هزار تا از 180 هزار تا از اینا زیاده، برای اون اصلی رو نگاه کنید. شما برید نگاه کنید جغرافیاشو، من یه اسنپ شات دیدم، تقریبا همه جهان بیننده داشته، همه جهان بیننده داشته، هر کی زبان انگلیسی میتونسته بفهمه واسطه گوش کرده. خب این خیلی مهمه، این نشون میده مسئله ریاست جمهوری در امریکا مسئله جمهوری خواه و دموکرات نیست، مسئله ایستادن سر اون اصولی است که قرار بود یه جامعه بر اساسش اداره بشه با گلوبالیستایی که به معنای واقعی کلمه جهان خوارن، نه مثل اون قدیما که میگفتن امپریالیسم جهان خوار، اینا واقعا جهان خوارن. بنابراین شما وقتی همچین چهره کاریزماتیکی داری، اگر شما الان اتاق فکر گلوبالیستا باشی، یا باید حس فیزیکیش بکنی یا باید بری سراغش، انقدر گرفتارش کنی، انقدر بهش آسیب بزنی که این دفعه بگه نخواستم، ول کنه بره، و یا اینکه اگه پاش رسید به انتخابات تمام امکاناتو به کار بگیره که این انتخابات رو هم بتونه آلوده برگزار کنه. این سه تا کار که بیشتر نیست. اینا رفتن سراغ روش دوم. روش دوم یعنی بکوبیمش از هر جایی با یک پاراجور، با یک سنگی به طرف این پرتاب کنی و اینقدر کلافش کنیم، اینقدر خستش کنیم که حتی نمیتونه بره تو مناظره ها شرکت کنه. روزی که ایشون باید میره تو مناظره شرکت میکرد، این بر میکشوننش، بردنش ایالت نمیدونم آتلانتا، فردا به شما قول میدم یه قاضی دیگه در یه ایالت دیگه یه چیز علیه صادر میکنه. و ترامپ جالبه میگه اینا علیه من دارن قرار صادر میکنن، 200,000 دلار مثلا اونجا قرار گذاشته که بیاد بیرون که مثلا بازداشت نباشه، و شما اینو که داری میبینی میگه که دلیلش چیه که من گفتم انتخابات خرابی بوده. بعد من میگم خیلی خوب، شما من نمیگی من بی خود گفتم دروغ گفتم، یه امکانی بدید ما تمام این کارا که دو سه سال جمع و جور کردیم و در اختیار همه از جمله افکار عمومی قرار بدیم که چرا میگیم انتخابات خراب بوده. این هم کنیم موضوع و زیر بار نمیرن و نمیتونن هم برن. صحبت تاکر کارسون شد، میدیجن ایستم حاضر راجب تاکر کارسون بگم. تاکر کارسون رو خیلی از هموطنان خوب نمیشناسن، یه برنامه ساز تلویزیونی بود در تلویزیون فاکس که اصلا سرشتش با بقیه متفاوت بود. او یک برنامه ساز تلویزیونی نیست که دیگران برن براش کار بکنن، بیارن گزارش جلوش بذارن و بیاد به اصطلاح به مخاطب بده گزارش رو. اون خودش یه اندیشمند درجه یک، مباحثی هم که تو تلویزیون فاکس نیوز مطرح میکرد، مطالب بسیار ژرفی بود، خیلی نگاه کارشناسی بود. و این آدم چیزی که در وجودش نبود ترس بود. هنگامی که روسیه به اوکراین حمله کرد، گفت سازمان نیتو به دنبال این بود روسیه رو تو جنگ بکشونه، موفق شد، ولی مطمئن باشید این وسط مقصر زلنسکی، اوکراین و پشتیبانان اوکراین بودن. موقعی که امریکا داشت میلیارد پول میداد و اسلحه به اینا میداد، میگفت حکومت فاسدی ان، زلنسکی خرابه، شما باعث شدید که اینا وارد جنگ بشن، مردم آسیب ببینن، و امروز هم شما اینکه این جنگ رو میداد میخواید طولانیش بکنید. او کسی بود که تنها کسی بود که سر ششم ژانویه ایستاد. ششم ژانویه روزی که عبدالله پرزیدنت ترامپ رفتن جلوی ساختمان کنگره و در واشنگتن دی سی اون اتفاقات رخ داد، او واستاد و گفت سیاه‌بازی کردی و بعد دوربینای برداشت آورد نشون میداد که
عواملی از FBI دست کم سه عامل FBI شناسایی شدن که اونجا نقش سردسته رو بازی میکردن برای اینکه اینا رو بکشونن تو تالار تو ساختمان‌های کنگره و یه مقدار خشونت انجام بشه. چون مردم خشونت انجام ندادن، خود یکی از کسایی که یونیفرم تنش بود تیراندازی کرد و یه خانومی که اتفاقا افسر نیروی دریایی بود ولی تو با مرخصیش رفته بود اونجا برای تظاهراتو کشت. یعنی خشونت هم بازم از سوی نیروهای امنیتی صورت گرفت. اینا رو همه رو آقای تاکر کارلسون نشون داد. این آدم نترسی بود و تا ته خط میرفت و رحمم نمیکرد به حتی به ریپابلیکن ها. یعنی میگفت اینها 80%شون نه مردم عادی، 80% سیاست مداراشون هم از دموکرات ها خرابتره. نهایتا تلویزیون فاکس نیوز قرارداد او رو با وجود تلویزیون فاکس نیوز تلویزیون در اختیار جمهوری خواه قرارداد اون رو کنسل کرد و تاکر کارلسون از تلویزیون فاکس اومد بیرون و خودش شروع کرد در توییتر برنامه های لایو گذاشتن و برنامه‌اش حتی رادیکال تر شد. من چند روز پیش دیدم رفته بود مجارستان یه دیداری کرده بود با ویکتور اوبان رئیس جمهور مجارستان و رئیس جمهور صربستان که اونم رفته بود بوداپست و با هم بودن ستایی. یه سخنرانی کردن، سخنرانیش رو من امیدوارم که به دوستا در دوستان گفتم فرصت کنن زیرنویس فارسی بزنن. شما ببینید که یه آدمی که کارش این است که بره بگرده تاتو قضایا رو در بیاره، بیاد بیاندیشه، آنالیز کنه و در اختیار مردم قرار بده و نترسه، چقدر میتونه سرمایه باشه برای جامعه. این آدم الان بزرگترین پشتیبان اینتלקچوال پرزیدنت ترامپ، چون پرزیدنت ترامپ در رسانه‌ها هوادار داره ولی هیچ کسی مثل تاکر کارلسون نمیتونه ترامپ رو اینجوری بیاره جلو و کمکش کنه برای اینکه ترامپ یه بار دیگه پرواز کنه. و طبیعی است که از تلویزیون فاکس گذاشتنش بیرون، قراردادش دوربر 80 میلیون دلار بود. تلویزیون فاکس 1 میلیارد دلار زیان در سال میبینه وقتی که تاکر کارلسون اونجا برنامه نداره. 1 میلیارد دلار آگهی میگیره. حالا شد 1 میلیارد دلار نگیره عوض تاکر کارلسون رو بخواد. شما ببینید چقدر میتونه یه فرد اثرگذار باشه. و این فرد کسی است که به نظر من اگر بلایی سرش نیارن، اگر فردا اتفاق عجیب غریبی براش نیفته، سر به نیست نشه، در آنچه که تو ماهای آینده و سال 2024 حتی رو خواهد داد خیلی میتونه نقش بازی بکنه و خیلی میتونه افکار عمومی آدمهایی که شعور دارن تو امریکا رو هدایت کنه به سویی که باید بره. این کم و بیش وضعیت امریکاست از دید این ور، از دید به اصطلاح جمهوری خواه و کسانی که هم حزبی پرزیدنت ترامپ هستن. از اون برم مهدی جان اگر میخوایی اشاره بکنم به اون برم قضیه. شاهین جان تا حالا این قسمت ها رو شکافتیم، ایلان ماسک هم میخوام نظرتون رو بدونم راجبش، بعد بریم سر وقت اون وری ها. چون ایلان ماسک من همون نظر پرزیدنت ترامپ دارم، نمیگم آدم بدیه ولی میگم اعتمادی بهش نیست. نظر شما چی؟ ایلان ماسک چون پرزیدنت ترامپ، خود پرزیدنت ترامپ اینو تو سوشال تروس یه بار نوشت، گفت ایلان ماسک آمده توییت کرده که من دفعه پیش به ترامپ رای ندادم ولی این دفعه میخوام به ترامپ رای بدم. این پیش از این بود که ترامپ بگه من نمیخوام تو رو و اون بره سراغ دسانتوس. ولی ایلان ماسک آدم تاثیرگذاری است. پرزیدنت ترامپ توییت کرد که او گفته دفعه پیش به من رای داده، دفعه پیش به من رأی نده ولی این دفعه میخواد به من رأی بده، در حالی که یه بار همدیگه رو دیدار کردیم موقعی که من رئیس جمهور بودم به من گفت که خیلی خوشحالم که به شما رأی دادم. گفت من دوست ندارم آدم ها با من بازی بکنن و اصلا من از تو نپرسیدم تو به من رأی دادی یا ندی، ولی چرا انقدر حرفتو عوض میکنی؟ ایلان ماسک علارغم این که مانند پرزیدنت ترامپ و مانند خود تو من اعتقاد دارم که باید یه مقدار با احتیاط به اصطلاح دربارش سخن گفت و دربارش عمل کرد، آدمش بسیار اثرگذار. چیزی که الان داره میگه، حالا واقعیتش نمیدونم، ولی چیزی که مدعی است میگه که چون دموکرات ها آزادی بیان رو در امریکا دموکرات ها نابود کردن و چون دارن امریکا به صورت به سوی یه استبداد بسیار بسیار اسفبار میبرن، علارغم اینکه من سالهای دور به دموکرات ها کمک مالی میکردم مثل خود ترامپ، امروز جلوشون میستم. به نظر من از اونجایی که میلیاردرهای بسیاری هستند که توی کمپ گلوبالیستا هستند
و پولم خرج میکنن. حالا جورج سوروس معروف شده ولی مثل او هست، من دستگیم 12 نفر به نام میشناسم. حالا که ایلان ماسک به عنوان یه آدم ثروتمند و البته محبوب، برای اینکه آدم نخبه‌ای بوده، این جریان تسلا و ماشین باتری دار تمام تو طراحیش اینا نقش داشته، تو اسپیس ایکسی که در آستین تگزاس رو انداخته یه شهر فضایی، خودش تو جزئیات نقش داشته، یه آدمی که نخبه هست و میلیاردر هم شده با همت خودش، الان هم داره میاد کمک بکنه، ما نباید به نظر من به نوعی تخریبش کنیم. ببیجه این که دموکرات ها شروع کردن تخریب کردنش که بله این ریسیسته، این اصلا مال افریقای جنوبی بوده، افریقای جنوبی به سیاه ها بد بودن، نمیدونم اینجوریه اونجوریه، آدم از خود راضی و از این حرفا. ما نباید بریم تو اون جایگاه قرار بگیریم. به نظر من بدون این که بخوام ازش بوت بسازیم، باید خوشحال باشیم که همچین کسی داره کمک میکنه که آزادی بیان در امریکا و در مجموع در جهان از میان نره. شاید بتونه به موج بعدی خیزش در ایران کمک بکنه، بتونه اینترنت برسونه دست پیکارگران علیه جمهوری اسلامی. و تو انتقاد ریاست جمهوری اگر بتواند به ترامپ و یا حتی خونه بد قضیه به دیسانتت کمک بکنه در که بتونن رئیس جمهور بشن، حتی اگه 5% هم اثر داشته باشه وجودش، به نظر من خیلی خوبه که تاییدش بکنیم، ازش بوت نسازیم، ولی بدونیم که همچنان آدم های خیلی موثرن، هم پولشون مهمه، هم امکاناتی که دارن و هم مخاطب زیاد دارن. ایلان ماسک 10 میلیون مخاطب در امریکا داره و خیلی از این مخاطبا طیف فکری ما نیستن، ولی اونو به عنوان آدم حسابی میشناسن و تحت تاثیر قرار میگیرن. درست. حالا طیف مقابل رو بخوام بررسی کنیم، در چه جایگاهی هستن؟ طیف مقابل داستانش خیلی داستان اندوباریه مهدی جان. اینا به قدر انبانشون خالیه، اون کیسه خورجینشون خالیه از چیزی که بتونن برای تبلیغات استفاده کنن. شما نگاه کن، آمدن کاملا شیوه نفی دیگری رو برگزیدن، یعنی به جایی که بگن ببینید ما این خدمت ها رو کردیم، ببینید اقتصاد چقدر خوبه، ببینید مرزمون چقدر امنه، ببینید میزان مواد مخدر مصرف چقدر تو امریکا پایین اومده، ببینید بحران های اجتماعی چقدر کاهش پیدا کرده، ببینید ما چقدر در دنیا خوشنامیم، ببینید افغانستان رو چقدر خوب مدیریت کردیم، ببینید جنگ اوکراین رو با پیروزی اوکراین ما به پایان بردیم. هیچ کدوم نداشتن، هیچ کدوم ندارن، هیچی ندارن که بهش اشاره کنن، هیچی. در نتیجه رفتن چه کار میکنن؟ میرن سراغ طیف مقابل که شاخص‌ترینشون ترامپ، رئیس جمهوری کردن بوده و الان 2.5 سال رئیس جمهور نیست و هنوز دارن جریان رو میکشونن و به خودشون میارن. هنوز اینا کسایی که 6 ژانویه دستگیر شدن و 6 ژانویه 2021 یعنی 2 سال و 7-8 ماه پیش و هنوز دارن آدم دستگیر میکنن. من اینو خدمتتون بگم فقط برای اینکه بدونید چقدر اینا دستشون خالیه. در مورد 6 ژانویه من یه چیزی دیدم تکون دهنده بود. دیروز دیدم یادداشت کردم که این آمار رو به شما و به دوستان بگم. دولت امریکا وقتی بایدن به قدرت رسیده 2.6 میلیارد دلار بودجه گذاشته برای اینکه تحتوی این قضیه 6 ژانویه در بیاد و آدم‌ها دستگیر بشن و محاکمه بشن و دیگه به اصطلاح زهر چشم بگیرن. 2.5 میلیارد دلار برای تظاهرات هواداران پرزیدنت ترامپ که تعدادشون وارد ساختمان کنگره شدن، نه آتیش زدن نه شیشه شکستن، کسی هم که کشته شده از خودشون بوده توسط نیرو امنیت. 30,000 کلیپ بررسی شده، 30,000 تا ویدیو بررسی شده، از دوربین هتل ها بگیره تا دوربین پلیس تا دوربین چراغ راهنمایی تا تلفن های دستی مردم. 30,000 کلیپ. 1,033 تن دستگیر شدن، 1,033 تن دستگیر شدن، 445 تا از اینا به زندان محکوم شدن. یعنی میدونید شما یکی میگیرن چند ماه میمونه تو کاستدی تو بازداشت تا کار به دادگاه برسه، وقتی دادگاه انجام میشه 445 تا از اینا به زندان محکوم شدن. اینا موقعی که تو زندان بودن یا تو بازداشت پیش از دادگاهشون، خیلیشون تو انفرادی بودن که اینا یه بار پوتین اشاره کرد در مورد مسئله آزادی بیان، گفت شما کسایی به طرفدار ترامپ اومدن تظاهرات بکنن بردین سلول انفرادی، شما قاتل زنجیره‌ای رو میبردین قبلا تو سلول انفرادی.
445 نفر زندان محکوم شدن که محکومیت بالاترینش 18 ساله. 18 ساله، 14 ساله، 10 سال. شما از 18 سال برای اینکه شما رفتی تظاهرات کردی و گفتی من فکر کنم انقلاب در انتخابات تقلب شده و وارد ساختمون کنگره شده، تو پلام دوری زدی و اومدی و رفتی بیرون، نه آتیش زدی، نه شیشه شکوندی، نه سر کسی زدی خون آوردی. از این 1033 نفر که دستگیر شدن فقط 13 نفر دیسمیس شدن. این 13 تا رو قاضی گفت پرندهشون بسته برن خونه‌شون. 1020 نفر اینا تو بازداشت نگه داشته بودن. از گفتم 445 نفر محکوم شدن، یک نفر فقط تبرئه شده. از اون 1020 تایی که نگهشون داشته بودن فقط یکی تبرئه شده. شما یه همچی چیزی میبینین جز عجز و ناتوانی حکومتی که در رأس قدرته و سیستمی که میخواد زبون همه را از حلقوم بکشه بیرون که دیگه جرأت نکنن به فسادش بپردازن، چیز دیگه دریافت میکنی؟ رئیس جمهوری که اصلا من کار به وضعیت عقلیش ندارم، به وضعیت جسمیش هم ندارم، که اصلا اسفباره، یعنی دیگه اصلا دیگه جوک شده دیگه، خب همه میخندن. این کامل امریکا رو کاری کرده که بزرگترین متحدش تو خاورمیانه یعنی عربستان آقای بن سلمان رفته نزدیک شده به روسیه و چین، اصلا تحویل نمیگیره اینا رو، اصلا تحویلشو نمیگیرن. امارات با روسیه الان نزدیکتره تا با امریکای آقای بایدن. جنگی که آغاز کردن، مرتب سلاح دادن به آقای زلنسکی و از ماهواره همه حرکت‌های ارتش روسیه رو به اوکراینیا میدادن، حتی بعضی مواقع خودشون زدن که گفتن اوکراینیا زدن، یعنی که کاملا سیستم جابجا شدن نیروهای ارتش روسیه رو اینها ثانی به ثانی در اختیار اوکراینیا قرار میدادن. تو سرفرمادی نیرو اوکراینی هم که کلی افسر نیتو هستن، نتونستن این جنگ رو کاری بکنن که دست کم اون بخش شرقی که از دست دادن بگیرن، نتونستن پوتین رو زیر فشاری بذارن که پوتین از نظر دیپلماتیک کوتا بیاد. الان پوتین دست بالا پیدا کرده، پوتین رفته 7 تا کشور افریقایی رو که الان میگن قله گرون شده، نان داره گرون میشه، ما داریم گرسنگی میکشیم، چون روسیه بزرگترین تولید کننده گندمه و اوکراین هم چهارمین تولید کننده گندم در جهانه. میگن تکلیف ما چیه؟ پوتین اومد گفت به شرط اینکه دلار رو حذف کنی از معاملات اقتصادیتون، ما به شما گندم و جو رایگان میدیم. 7 تا کشور افریقایی رو روسیه بهشون گندم و جو رایگان داد. یعنی شاهین جان، علت این که الان تو افریقا این تحرکات رو میبینیم، پرچم فرانسه آتیش میزنن، میگن ما یعنی یه قیام تو افریقا در حال شکل‌گیری هست، به این علت هست؟ یعنی نقش این روسیه پررنگ هست تو این قضیه؟ نقش روسیه نه به عنوان توته. ببین مردم زندگیشون تحت تاثیر قرار گرفته مهدی جان. سریلانکا یادتونه شما 8-9 ماه پیش ریختن مردم کاخی رو از جمهوری گرفتن، پارلمان رو گرفتن، اصلا به هم ریخت، حکومت عوض شد. سریلانکا کشوری بود که فقط و فقط رو کشاورزی زندگی میکرد، هیچی نداشت، کشور صنعتی نبود. اینا آمدن گلوبالیستا گفتن آقا چون کود برای محیط زیست مشکل داره، شما حق ندارید فرتلایزر یعنی کود شیمیایی بده به زمین ها. توی کشور توسعه نیافته بدبختی مثل سریلانکا که یک هندوستان کوچیکه، اینا جلوی این کار رو گرفتن و حکومت چون دست نشانده گلوبالیستا بود واقعا نمیذارم کود شیمیایی بزنیم. خب هیچی، دو سه سال گذشت، محصول افت کرد، همه افتادن به گرسنگی بدبختی. آقا وقتی آدم داره از گرسنگی میمیره، این ادا اطبارای محیط زیست دیگه چیه؟ محیط زیست رو موقعی باید شما پاسداری بکنید که آدم میتونه غذا بخوره، راه بره، بگه آلودگی ایجاد نکن، هوا رو آلوده نکن، آب آلوده نکن. کود شیمیایی میخواد به خاک بده، میوه بگیره، گندم بگیره، نمیدونم سبزی بگیره. بدبخت کردن مردم، ریختن یه فدیده کل غذای اصلا حکومت عوض شد. این بازی که تو سریلانکا بود برای که اونجا فقر زیاد بود دووم نیاورد. تو فرانسه هم داره این کارو میکنه، تو فرانسه فقر سریلانکا رو نداره. کشاورز داره زندگیش تحت تاثیر قرار گرفته، ماهیگیر میبینه تحت تاثیر قرار گرفته، کارخونه دار میره داره بدبخت میشه، دارن بیچاره میکنن. من میبینم تو شرکت نفتی کار میکنم دیگه، شرکت ما و چند شرکت دیگه الان یه پروژه عجیب غریب داریم. ما در ایالت کالیفرنیا پیش قراول این بوده، ایالتی که دست کاملا دست گلوبالیست هست، گاورنرش هم آقای نیوسامه که میشود این خانم نانسی پلوسی میشه زندایش.
این آقای نیوسام اومد گفت که هر کارخونه توی کالیفرنیا کار میکنه که دیوکسید کربن تولید میکنه باید یه پولی بده دیوکسید کربن رو بگیرن خاکش کنن اندازه همونقدی که تولید کرده تو هوا فرستاده وردن از تو هوا خاکش کنن که محیط زیست رو آلوده نکنه. حالا صحبت مونوکسید کربن نیست، صحبت دیوکسید کربن. مونوکسید که اصلا سمیه. خب شرکت بودن ما چه کار کنیم؟ دیدن شرکت نفتی همونطور که آب تزریق میکنن یا گاز تزریق میکنن CO2 هم میتونن دیوکسید کربن هم تزریق میکنن. گفتن آقا شما دیوکسید کربن تزریق کنید زیر زمین توی معادن نفتی، هر چقدر که تزریق کردیم ما اینجا پولش رو به شما میدیم که ما به دولت کالیفرنیا بگیم نگاه کنید ما این چک باکسی که با تیک بزنیم تیک میزنیم، ما اینقدر دیوکسید کربن تولید کردیم اینقدر باید خاک کنیم، اینقدر رقم درست شده که برای شرکت ما به صرفه است. بجوری که ما الان نفت تولید کنیم یه جورایی داره نزدیک میشه صرفه اقتصادی نا که بریم دیوکسید کربن رو خاک بکنیم دفنش کنیم تزریق کنیم. خب کی باید پول اینو بده؟ صنایع در کالیفرنیا و صنایع در چند ایالت دیگری که تو این بازی افتادن. خب این صنایع میان این پولو میدن، از کجا باید در بیارن؟ باید از مصرف کننده بگیرن دیگه، یا باید از مصرف کننده بگیرن که تورم افتضاح امریکا بدتر و بدتر میشه، یا اینکه بگن نه اصلا ما عطاشو به لقاش بخشیدیم، کارخونه رو جمع میکنیم میبریمش میذاریم تو چین، کارخونه رو جمع میکنیم میبریم هند، میبریم اندونزی، میبریم بنگلادش. مگه من دیوانم اینجا با این هزینه ها تولید بکنم؟ خب میرم اونجا هم کارگر ارزون تره. اگه الانم رو درواسی با مردم شهرم یا ایالتم موندم میگه دیگه نمیمونم میرم، برای که من باید پولی از مردم بگیرم که من نمیدن و باید بدم به اینا. چرا؟ برای اینکه دولت ببینید میاد فضایی ایجاد میکنن که وقتی یه جا ثروتمند مثل کالیفرنیا یا فرانسه حالا سر صدا بلند میشه، اونجا جلیقه سبزا میان تو خیابون، درگیری ها بالا میگیره، ولی یه جا مثل سریلانکا یا افریقا نمیتونن تحمل کنن، برای اینکه فقیره. شما دو سال اینا محصول نداشته باشن همدیگر باید بخورن، وضعیت اینقدر اسفباره. اینو روسیه درک میکنه، حتی چین هم اینو درک میکنه. اینا براشون مهم نیست، اینا براشون مهم نیست، برای اینکه بعد این بازیایی که تو امریکا دارن جای دیگه هم پیاده کنن دیگه، این بازیا رو تو انگلیس و فرانسه و آلمان که دارن جای دیگه هم ببرن پیاده کنن. برای همین درسته در افریقا الان بسیار بسیار شما خواهید مثلا رای گیری بعدی هر چی تو مثلا در سازمان ملل باشی میبینید که شاید دو سوم افریقا شاید بیشتر به روسیه، به اون جهتی که روسیه میخواد رای میدن، اعمال نفوذ کرده. ولی اعمال نفوذ چرا میتونه بکنه؟ برای اینکه میبینن آقا این چیزی که داره میگه منطقی تره، این میگه آقا بده کود شیمی استفاده کنه، این بدبختا همین جوریش وضعشون خرابه، شما نمیتونی اون فرمولی که نشستی تو منهتن نیویورک یا تو واشنگتن دی سی ثروتتم از پارو بالا میره، ادا اطوارا رو در بیاره مثل آقای جان کری که با هواپیمای شخصی این برانور میره، هر پروازش به اندازه 3 تا کارخونه آلودگی ایجاد میکنه از نظر دیوکسید کربن، بعد میره پیامش همه جا اینه که آقا بیا زیست بوم رو پاس بدارید، بعدش میگن تو خجالت نمیکشی؟ میگه خب من میخوام رو با اتوبوس برم خیلی طول میکشه. یعنی خود زنه به بیشوری، انگار نمیتونه سوار هواپیما بشه، یه بریت فرست کلاس بخره، یک صندلی بگیره توی هواپیمایی که داره 400 مسافر میبره. ما با آدم‌های شالاتان طرفیم که اینقدر اینها بیخیالن و اینقدر دیارن و دنبال همون برنامه‌ای هستن که بهشون گفته شده به عنوان سیاستمدار فاسد، که متوجه نیست شما میتونید رو تحمیل کنی به جایی که مرفهه و وضعیتش خوبه، این 10 سال دیگه صداش در میاد. ولی تو افریقا و تو نمیدونم سریلانکا و تو حالا خواهید دید حتی آسیای میانه اینا کتشون نخواهد رفت و حکومتی که دست نشانده گلوبالیست باشه به شدت آسیب میبینه و میفته. این من فکر کنم وضعیتی است که هست. دموکرات ها چیز جالبم خدمتت بگم منی جان، در مورد آدمایی که دارن شما نگاه کن، رفتن از خانواده کندی، یکی اومده کاندید شده که آقا من چون بایدن عقل درستابی نداره و آدم فاسدی هم هست و پسرش هم فاسده و دزدیاش خیلی آشکار بوده، آقای کندی اومد گفت من کاندید میشن که اگر دموکرات ها از خر شیطون پایین اومدن و دیگه این آقا رو برای دور بعد کاندید نکردن، او بیاد و یکی از کسایی باشه که حالا دموکرات ها بخوانش یا نخوانش. الان یه مدت رسانه‌های امریکا که دست دموکرات ها هستن، که دست گلوبالیست ها، اینا فعلا بی خیال ترامپ شدن، رفتن سراغ آقای کندی. کندی اومده گفت آقای حزب دموکرات با حزب دموکراتی که من میشتاختم خیلی فاصله داره،
اینا اصلا انگار تو یا تو مرخ زندگی میکنن یا خوشون به بیشوری زدن. مرزای ما چرا اینجوریه؟ چرا اینقدر اعتیاد تو امریکا زیاد شده؟ چرا مواد مخدر نقل و نبات شده؟ چرا کارخونه ها تعطیل میشن؟ این تورم سنگین واسه چیه؟ چرا هیچ کسی سر این کار خودش نیست؟ چرا شما فرماندهای ارتش رو از روی جهت جنسی کنید انتخاب میکنید، میل جنسیشون انتخاب میکنید؟ چرا سهمیه بندی شده؟ مثلا وزارت اومد حتما بدیم به یه سرخپوست بعد یه سفیدپوست بعد یه سیاه‌پوست. آقای مملکت قبول رو شایسته باشه، اون شایسته سالاری باشه، چرا این گونه شده؟ این حرفا رو زد توپخانه رسانه‌ها علی او بلند شد. یعنی اگر تو دموکراتان یکی بیاد که حرفای گلوبالیستا رو نزنه، اونم از یه خانواده معروفی مثل خانواده کندی، یه دفعه ببینیم حمله میکنن که تومارشو در هم بپیچن. یعنی تحمل هیچو ندارن و این وضعیت وضعیتی است که پایدار نیست و حتما امریکا رو به سوی، من فکر میکنم رویدادهای بسیار بسیار بزرگی خواهد بود، برای که میبینم تحمل خیلی هم داره به پایان میرسه. سپاس گذاریم جناب شاهین نژاد که در این برنامه با ما همراه بودید، این موضوع رو شکافتیم، از شما سپاس گذاریم. خیلی ممنون مهدی جان، سپاس از شما و دوستانی که بیننده بودن. سپاس از بدرود. خب دوستان عزیز و ارجمند، تقریبا 3 دقیقه به پایان برنامه باقی است. امیدواریم که برنامه رو اشتراک بگذارید با دوستان خودتون، اطلاع بدید. عزیزانی که از طریق ماهواره میبینید به کانال تلگرام ما بپیوندید. یک سپاسگزاری هم مثل هر شب انجام بدیم از دوستانی که برنامه ها رو پشتیبانی میکنن، عزیزان ملیگرایان مردمگرا که از طریق پیپلی که در زیر میبینید برنامه ها رو پشتیبانی میکنن که این صدا مخابره بشه، بزرگتر بشه. از بانو لیلا غلامی گرامی سپاسگزاریم به خاطر پشتیبانیشون. از بانو شهرزاد 19 گرامی هم سپاسگزاریم به خاطر پشتیبانیشون در برنامه زنده. و همه شما عزیزانی که برنامه ها رو پشتیبانی میکنید، برنامه ها رو اشتراک میگذارید، در کامنت ها حتما مشارکت کنید و در توییتر، حالا که پرزیدنت ترامپ بازگشته میتونیم ما ملی گرایان دوباره لشکر خودمون رو در توییتر بزرگ کنیم. پاینده ایران جاوید شاه، بدرود تا درودی دیگر. We'll be right back.
آینده اوسن ایران، آینده اوسن آذربایجان، یاشاسن شاهزاده رضا پهلوی، جاوید شاه.